سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. سعید قاسمی هستم. اولین ویدیو من در یوتیوب هستش. امروز میخوام بهتون نشون بدم که یکی از خوابگاه‌های آلمان چه شکلیه، چه امکاناتی داره. تقریبا اکثریت خوابگاه ها مثل هم هستن. میخوام تو این ویدیو بهتون نشون بدم که یه خوابگاه میتونه چه امکاناتی داشته باشه و چه شکلی باشه. پس بزن. بسیار خوب، داریم میریم پایین. اول میخوام از محبت فیلم بگیرم، کل بیرون ساختمان رو بهتون نشون بدم، فضای سبز رو نشون بدم، بعد بریم اتاقا رو ببینیم. خب اینجا ما کلن دوتا ساختمون داریم، یکی این ساختمونه، یکی همین ساختمونه که اینجا من هستم، و اینکه ایستگاه اتوبوس هم نزدیک، هم اینور خیابون هستش، یه دونه اینجا هستش، یه دونه هم اینجا هستش، یه دونه هم خب تو این کوچه هست، و یه دونه هم اینجا از این پله ها باید بریم بالا، ایستگاه اتوبوس هم اونجاست. کلن به هر طرف راه داره. خب بریم توی ساختمون رو ببینیم که به چه صورت هست. اولین چیزی که اینجا ما داریم پارکینگ ماشینا، هم ماشینا میتونن بیرون پارک بشن، هم میتونن برن تو. و اینجا در ورودی هست. خب هر واحد زنگ خودش رو داره، اسم سکنه اینجا نوشته شده که من هم اینجا هستم، واحد 112. وارد شدن به سالن، اینجا ما صندوق پستی رو داریم، هر ساکن ست کلید داره، یه دونه کلیدش مربوط به صندوق های پستی هستش. اینجا دفتر آقای لون هست، سرایار اینجا. خب این قسمت طبقه همکف هستش، در وارد میشیم. این راه رو اینجا توالت اینجا داره و اتاق واش خواهم اون توکن را خب اتاق مخصوص شستن لباس هستش. به این صورت ترسناکه. برداشت این ها کجا روشن میشه، بریم ببینیم تو چیه. اینجا که خب لباس ها اینجا پند میکنن و همینه دیگه، کلن همینه. حالا اینجا لباس ها رو پند میکنن، ولی خوشکن اینجا فکر نکنم باشه، چون خوشکن در واقع آره، نه همشون ماشین لباس شویه. توی هر طبقه خوشکن هست فکر کنم، باید بریم بالا. میریم بالا و توی هر طبقه آشپزخونه و سرویس های بهداشتی هست که ساکنین اون طبقه میتونن از اونها به صورت مشترک استفاده بکنن. خب که راه رو اتاقا هستش، بالکن هم تراس رو بودیم نیست دادن، و اینجا اینجا هست. اینجا ماشین خوشکن، یه دونه ماشین خوشکن کردن اینجا دادیم. ترسناکه. قبل از اینکه وارد سالن راهرومون بشیم، میریم به تراس نگاهی بندازیم.
این هم که راه پله هاست. خروج اصراری از اینجا. کیشه آشپزخونه کمدهایی داره مخصوص هر سکنه در این طبقه که وسایل آشپزخونهشون رو میذارن توی کمد. ما پروی داریم دو تا در واقع گاز و فر، سینک ظرفشو و وسایلی که به صورت مشترک خیلی در واقع همه میتونن ازش استفاده بکنن. آنچنان مرتب نیست ولی بدم نیست. خب اینجا پیچی نیستش، از این وسایل همه میتونن استفاده بکنن. کنار این کوشه اینجا ما سرویس رو داریم به این صورت. سفته بهداشتی اینجا که هموم هستش، خب شخص های دوشتر و دوشتر اینجا و سفته بهداشتیش هم اینجا هست. بایز گیرز که وارد میشیم سمت چپ ما یه آینه رو داریم و چند تا قفسه هست اینجا. هولر رو میتونیم چجوری آویزون کنیم و یه آینه هستش با یک لامپ که یه دیگر همه جاشو کردن نه. و کنار این تخت رو داریم، یه یخچال اونجا هستش، شوفاژ، میز، دوباره طبقات، قفسه ها یا قفسه ها رو داریم. بخشی تصویل مخیل نامرتب هست. اینجا هم دوباره یه دونه کمد داریم. در ورودی روش هم یک آینه قدیم و این هم از ویو زیبای اتاق من. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خیلی ممنون میشم اگر لایک کنید. اصلا اجباری توش نیست ولی اگر دوست دارید خوشتون اومد میتونید لایک کنید، کامنت بذارید، نظرات خودتون رو بگید و اگر دوست دارید میتونید سابسکرایب کنید. هیچ اجباری در این سابسکرایب نیست ولی ویدیوهای مختلف با موضوعات مختلف قراره که به زودی آپلود بشه و اگر دوست دارید ویدیو با خبر بشید اون زنگوله رو میتونید فشار بدید، آیکون زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیو جدید با خبر بشید. دوستتون دارم. خدا حافظ.